امروز رو با بخشی از جلسه اول دوره آموزشی درس‌های از هولوکاست شروع می‌کنیم که آقای دکتر نیکفر تدریس این دوره رو به عهده دارن. هدف از این دوره ارتقای درک از فاجعه بزرگ هولوکاست و تبعیض و نژادپرستی در جهان مدرنه. در این دوره شما با سابقه خشونت و نژادپرستی و به طور خاص جرایم علیه بشریت که توسط آلمان نازی انجام شد آشنا میشین. این دوره رویکرد صرفاً تاریخی نداره، بلکه مسائل رو با استفاده از چارچوب فلسفه سیاسی بررسی میکنه. در این دوره ریشه‌یابی و علل هولوکاست و تاریخ مدرن آزار و اذیت و نسل‌کشی در سطح جهان مورد بررسی قرار میگیره و به طور ویژه روی درس‌هایی برای پیشگیری از وقوع نسل‌کشی در آینده تاکید میشه. در این بخش از جلسه اول، استاد به کلیت دوره و به اهمیت یادگیری و بحث در مورد هولوکاست با تاکید بر نیاز به حساسیت در گفتمان مربوط به هولوکاست می‌پردازد. سلام بر همگی دوستان گرامی، خوشحالم که در خدمت شما هستم با بحثی درباره این موضوع جالب، پیچیده، دردانگیز و مهم و با تفسیرهای مختلفی که در مورد اون وجود داره و تبدیل به یک موضوع داغ میکنه اون رو. عنوان کلاس ما درس‌هایی از هولوکاست هست، درباره نسل‌کشی و ستم بر دیگری و در مورد تبعیض سخن خواهیم گفت و اینکه چگونه میتونه کار به این کشدار بزرگ بکشه. در این جلسه که جلسه نخست است، ما به این مسئله میپردازیم که چرا به این مسئله میپردازیم، چرا این موضوع مهمه. در جلسه دوم بیایم رد پای این ستم، این تبعیض رو در طول تاریخ پی میگیریم، جلوه های مختلف اون رو میبینیم که چگونه بوده. بعد نگاه میکنیم در جلسه سوم که تبعیض در عصر جدید چه شکلی به خودش میگیره و ستیز با دیگری چه اشکالی پیدا میکنه. در جلسه چهارم میپردازیم به اینکه فاشیسم چیه، نازیسم چیه. در اینجا از اصطلاح فاشیسم ژنریک آشنا خواهید شد. بعد میپردازیم به تاریخ هولوکاست و جلسه پنجم رو هم به سیر فاجعه و اینکه چگونه بود، چه پیش آمد خواهیم پرداخت. دو جلسه آخر رو اختصاص میدیم به درس ها و بحث ها، اینکه هولوکاست در سطح جهانی، در حوزه اندیشه سیاسی، در فلسفه سیاسی چه بحث هایی رو برانگیخت. و بعد در بخش هشتم هست به موضوع انکار هولوکاست میپردازیم و بعد نگاه میکنیم که در ایران چه وضعیتی داره این بحث. توجه کنید که به این بحث از زوایای مختلفی میشه وارد شد، از زاویه تاریخ، از زاویه برخورد مذاهب با یکدیگه، از زاویه بحث راسیسم، از زاویه نژادپرستی، از زاویه تشکیل دولت اسرائیل، از یهود ستیزی در طول تاریخ. شکل‌های مختلفی وجود داره
برای ورود به این بحث. تخصص من تاریخ نیست، تخصص من فلسفه سیاسی هست. من بیشتر از این زاویه به این موضوع میپردازم، ولی خب ناگزیر باید تاریخ رو شرح بدم که این رو تا جایی که قضایا رو روشن کنه به اون خواهیم پرداخت. خب وارد بحث خودمون میشیم. در این جلسه نخست گفتیم که موضوع ما این دوره آموزشی هولوکاست هست. ما میخواییم به این موضوع بپردازیم که اصلا چرا باید به این موضوع بپردازیم، برای چی این موضوع مهمه. من دیدم در مقالاتی که در اینترنت، در فیسبوک، جاهای مختلف منتشر شده، کامنت گذاشتن برخی ها که اصلا به ما چه مربوط، یه دی رو کشتن، این چه ربطی به ایرانی ها داره، یا این مسئله اسرائیله، یا این مسئله یهودی هست، یا این مسئله آلمانی هست، یا مسئله اروپایی هست، چه ربطی به ایرانی ها داره، اصلا این موضوع ما نیست، انقدر موضوع مهم در جهان وجود داره، چرا ما باید به این موضوع بپردازیم، چرا باید وقت خودمون رو صرف این موضوع بکنیم. امیدوارم در این جلسه و جلسات آینده حداقل دستاورد این کلاس این باشه که نشون بدیم که چرا مهمه مطالعه کردن در این مورد، فکر کردن در این مورد و درس گرفتن از اون. این در واقع موضوع ماست. ما در این جلسه ابتدای توضیح مختصری میدیم که اصلا هولوکاست یعنی چی. بعد وقتی درباره هولوکاست صحبت میکنیم داریم درباره چی بحث میکنیم، این خیلی مهمه. بعد نگاهی میکنیم به سویه های مختلف این بحث که چه سیر و چه سرنوشتی این بحث داشته، و دوباره برمیگردیم در پایان جلسه در این مورد که چرا هولوکاست، چرا این بحث مهمه. خب اصطلاحی که ما مدام خواهیم شنیم اینه که هولوکاست یعنی چی. خواهش میکنم 3 نفر داوطلب بشن و به این پرسش جواب بدن که هولوکاست یعنی چه. روز عرض میکنم خدمت رو استاد عزیز. هولوکاست در حقیقت در جریان جنگ جهانی دوم ارتش نازی آلمان با برقراری اردوگاه کار اجباری یهودیان رو به شکل خیلی سیستماتیک از سرتاسر مناطق مختلف جمع میکردن، به خصوص در لهستان و کشورهای خود آلمان، فرانسه و مجارستان، و اینها رو منتقل میکردن به این اردوگاه های کار اجباری و در نهایت هیتلر تصمیم گرفت که اینها رو تصویه بکنه و قتل‌عام فجیعی را افتاد که ابعاد اون هنوز هم که هنوز یعنی خیلی روشن نیست که چه تعداد کشته داده و هنوز هم که هنوز داره اسناد بیشتری منتشر میشه. بسیار ممنون دوستان، همه توضیحات خیلی خوب بودن، مکمل هم بودن. من در واقع بسیار خوشحال شدم از این توضیحاتی که دادید. چیزی خاصی ندارم اضافه کنم در پاسخ به این که هولوکاست یعنی چی. جنبند میکنم، در واقع این جنبند یک نوع اون چیزی است که شما گفتید. هولوکاست یک لغت یونانی هست که اصل یونانیش رو کتابتش رو میبینید اونجا ثبت کردم، به معنی کاملا سوخته و این وارد لاتین شده به صورت لغت هولوکاستوم
و بعد از طریق زبانهای فرانسه و انگلیسی رواج پیدا کرد و وارد زبانهای دیگه شد. از قرن 12 اینو به معنی کشتن یک عده در درون آتش در نظر می گرفتن و بعد که بار مذهبی داشته و بعد به تدریج بار مفهوم همسوزانی هست. از قرن 19 هم در زبان انگلیسی شروع میکنن استفاده کردن به عنوان سرکوب شدید یک قوم، کشتار شدید یک قوم. این رو ابتدا این لغت رو از کانتکست مذهبی میگیرن و در برخورد اقوام و سرکوب یک قوم به دست یک قوم دیگه استفاده میکنن. بعد اولین بارم در مورد کشتار ارامنه به دست ترک های عثمانی این لغت به کار برده شده. این در واقع هولوکاست مترادف با اون چیزی که بهش میگیم نسل کشی، جنوساید، و این نوع معینی از نسل کشی، شکل خاصی از نسل کشی هست که جزئیاتش و ابعادش و دینامیزمش مورد بحث کلاس ماست. اما نسل کشی یعنی چی؟ چه اتفاقی رو بهش میگیم نسل کشی؟ این لغت رو، لغت نسل‌کشی رو اول بیایم به لحاظ لغت ببینیم یعنی چی. این لغت ساختگیه، یعنی این لغت وجود نداشته قبلا تا نیمه قرن، تا قرن بیستم. ساخته شده از ژنوس یا گنوس، دقیق‌تر بگیم به معنی قوم و نژاد هست، و اینو وصل شده به در واقع یکی از مشتقات فعل لاتینی کدره به معنی کشتن. پس معنیش میشه در واقع قوم کشی، نژاد کشی و مردم کشی. در فارسی بهش میگن نسل کشی. چرا بهش میگن نسل کشی؟ وقتی که در زبان فارسی میگیم نسلشون رو برداشتن، یعنی اینکه همه رو کشتند به گونه ای که نسل دیگه سر بر نیاورد. نگاه کنید این حالت رادیکالی که در زبان فارسی وجود داره، نسلشون رو برداشتن، یعنی که دیگه نسل دیگه سر بر. اگر مثلا فرض کنید که یه قومی یه تعدادی از قوم دیگه رو بکشه، یه دولتی تعداد، هنوز این لغت نسل کشی رو ما به کار نمیبریم. نه اینکه اون جنایت نیست، اونم جای خودشه، ولی لغت ها بار خودشون رو دارن. یا مثلا فرض کنید که نمونه هایی که دوستان اشاره کردن، برخیشون در مفهوم نسل کشی می گنجن، برخی اون نه. به این خاطر کسی که این لغت رو وضع کرده یک حقوقدان لهستانی یهودی تبار هست به اسم رافائل لمکین که عکسش رو روی تابلو می بینید. این آقای لمکین طراح قرارداد ممانعت از نسل‌کشی و مجازات اونه. این رو به سفارش سازمان ملل تهیه کرده و این طرحی بود که یک سال بعد 1948 در واقع اولین سال فعالیت رسمی سازمان ملل در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در این سند و سندهای مشابه بین‌المللی نسل‌کشی تعریف شده، مصداق داره. همین قرارداد بین‌المللی رو که در نظر بگیریم مصداق‌هاش رو گفته.
میگه اقداماتی است که هدفشون باشه که نابود کردن کل یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که منجر بشه یا هدفش این باشه که کشتن افراد گروه، وارد کردن لطمه های روانی و جسمانی جدی بر آنها، تخریب محیط زیست گروه، یعنی وقتی که بیان محیط زیست گروه را هم از بین ببرن که اون اقوام نتونن در اونجا زندگی کنند، اینجا مثلا فرض کنید که سیاست هایی که در زمان حکومت بعثی ها در عراق وجود داشت که در واقع سرزمین های کردی رو می سوزوندن و از بین می بردن روستاها رو و کوچ می دادن، به جاش اعراب رو می آوردن و این سیاست ها رو پیش می گرفتن، یعنی تخریب می کردن محیط زیست گروه رو، علاوه بر سرکوب فیزیکی خود افراد. بعد تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از زاد و ولد در میان آنها، جدا کردن زن و مرد یا کشتن بچه ها. یا در طول تاریخ ما نمونه های فراوانی داریم که می آمدن و همه در واقع جوانهای یک قوم رو می کشتن برای اینکه زاد و ولد صورت نگیره یا جابجایی اجباری فرزندان اونها. اینها رو بهش میگیم مصداق‌های نسل‌کشی طبق قوانین سازمان ملل. یعنی پس ما هر جنایتی رو نمیتونیم بگیم نسل‌کشی، اینها تعریف مشخص داره، احیانا تعریف رو دقیق به کار نبریم باعث در واقع اختلاف نظر میشه و دقیق حرف خودمون رو نمیتونیم بیان کنیم. بنابراین به این موضوع توجه کنیم که کی از سرکوب صحبت میکنیم، کی از کشتار صحبت میکنیم، کی ولی به طور مشخص از نسل کشی صحبت میکنیم. این مهمه. یعنی شما در نظر بگیرید که یه بار ما داریم جنوساید، توجه کنید جنوساید یعنی کشتاری قوم. یه لغتی دیگر هم آمدن درست کردن شبیه به این، میگن پولیتیساید، یعنی کشتار یک گروه سیاسی با یک انگیزه سیاسی. این هنوز به معنی نسل‌کشی نیست، ولی بعضی وقتا مرز اینها مشخص نیست. مثلا در نظر بگیرید که کشتار بزرگ زندانیان سیاسی رو در ایران در دهه 1360، به ویژه کشتار بزرگ تابستان 1367 رو جنوساید برخی رو به کار میبرن برای اینکه یک خشم سیاسی رو بیان کنن که این خشم موجهی است. بعد ولی طبق تعریفی که ما اینجا ارائه کردیم نمی گنجه، حرف دقیق نیست. در اینجا لغت پولیتیساید رو به کار می برن، یعنی کشتار یک جریان سیاسی. این اصطلاح جای بحث داره و متاسفانه وقتش نیست که ما بیشتر در این مورد بحث کنیم. فقط خواستم که چون این لغتی رو ما خیلی به کار می بریم در اینجا، خب حالا یه سری مصداق ها رو اگر بشناسیم برای ما نزدیک تر میکنه. دو نفر دوستان سری چند تا نمونه بدون توضیح، چند تا نمونه نام ببرید فقط، خواهش میکنم. یکیش نسل‌کشی مسلمانان سربستان بوسنی هرزگوین بود در جریان جنگی که انجام شد. خب یه نمونه هم شما اشاره کردین، نسل‌کشی کردها. یه نمونه هم که اخیرا اتفاق افتاد توی آفریقا و کشورهای آفریقایی و سومالی مخصوصا و الان هم توی نیجریه گروه بوکو حرام تقریبا یه دو سه ماه پیش نسل‌کشی خیلی وسیع انجام داد که حتی هشتای ماهواره گوجه اصلا اون شهر رو کلا به رنگ قرمز نشون میداد.
بسیار ممنون. نمونه ها رو برخی رو نام بردید، چند تا دیگه من اضافه بکنم که خیلی مشهور نیستن، برخی هاشون شهرت زیاد بیشتری دارن. کشتار ارامنه 1915، 1 تا 1.5 میلیون نفر کشته شدن. در همون موقع کشتار آشوری ها حدود 750 هزار نفر کشته شدند. کشتار یونانی ها همش در قلمرو ترکان عثمانی، بعد در همونجا کشتار کردهای علوی که تخمین زده میشه که در سال 1937 تا 1938 این کشتار صورت گرفته، تخمین زده میشه 13 هزار تا 40 هزار نفر کشته شدن. در شوروی در دوره استالین و دوره جنگ داخلی، در آمریکای لاتین داریم، در گواتمالا، آرژانتین، برزیل، در پاکستان داریم، در جنگ استقلال بنگلادش، در سریلانکا داریم، در یوگسلاوی دوستان اشاره کردن به درستی کشتار بزرگ مسلمان ها، در آفریقا نمونه بسیار تکون دهنده رواندا وجود داره که در موردش سندهای زیادی وجود داره، فیلم خیلی خوبی هم وجود داره در یوتیوب، هم اگر بگردید شاید این فیلم رو پیدا بکنید. کشتار بزرگی که ژاپنی ها کردن در هنگام اشغال در چین، مورد عراق رو گفتید دوستان، صدام حسین علیه کردها، و مورد داعش رو جلوی چشممون اتفاق افتاد و هنوز در جریان کشتار آشوری ها و کشتار ایردی ها یا یزیدی ها. خب این حدوداً وقتی که نگاه میکنیم، همونطوره که یکی از دوستانمان گفتن، میبینیم که سر تا سر این کره زمین خونینه، جایی نیست که در اون نسل کشی و این جنایت ها رخ نداده باشه، به ویژه در این قرن سهمگین بیستم. یعنی همه ستم دیدند و همه ستم کردند. ملت ها به جای اینکه از خود ستایی کنند، اگر از جنایت های خودشون میگفتند، ما الان یک جهان صلح‌آمیزی داشتیم چون فکر میکردیم، ولی با خودصدایی ملی باعث میشه که افراد فکر نکنند. خب این همه جنایت وجود داره، حالا چرا یکیش اینقدر ممتاز شده، اینقدر بهش توجه میشه که مثلا محور کلاس ما میشه؟ اونم هولوکاست، یعنی کشتار یهودیان.